سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیز با یه قسمت دیگه از مجموعه متروپول در خدمتتون هستم ادامه تمرین هایی که تا تمرین 25 یا 24 بود که با هم دیگه حل کردیم و تو این قسمت میخوام که با هم دیگه ادامهش رو بررسی کنیم دوستای عزیزم فقط این رو تو ذهنتون داشته باشید که شما میتونید خیلی رایگان به صورت کاملا رایگان اگر ویدیوها رو لایک کنید کل کتابای متروپول داشته باشید یعنی به صورت کاملا رایگان چیزی که حتی توی خیلی از مؤسسات نمیتونن به صورت کامل درس بدن من میخوام کامل این کارو انجام بدم فقط به شرط اینکه یه س... اتفاق دو طرفه باشه یعنی از سمت شما می سری حمایت ببینم ببینم که واقعا دوست دارید این کار اتفاق بیفته فقط کافی که لایک بکنید ویدیو رو و فعلا فقط با 25 تا لایک شما میتونید در عرض دو ساعت ویدیو بعدی رو داشته باشید و فکر نمی کنم رسوندن به 25 تا لایک کار خیلی سختی باشه و اگر که میخواین مجموعه به صورت سریع تر چون خیلیاتون به صورت خصوصی به من پیام میدید که استاد چرا دیر به دیر ویدیوها رو آپلود میکنید خب اولا که خب ما حالا درگیر ضبط ویدیوهای دورای تجاریمون هستیم و در کنارش این رو هم من توی مجموعه متروپول نمیخوام برای فروش باشه اصلا مجموعه متروپول دوست دارم که به صورت کامل توی کانال یوتیوب قرار بگیره و من به صورت نرمال بین 3 4 دو حالا اگر که فرصت داشته باشم حتی تو فاصله های کمتر هم ویدیو آپلود میکنم اما اگه میخواید که زودتر این ویدیو ضبط بشه و در اختیارتون قرار بگیره کافیه فقط و فقط کافیه که آخرین ویدیویی که توی کانال یوتیوب قرار میگیره 25 تا لایک بخوره و شما قطعا دو دور براتون سه یا چهار نفر میشناسید که بخوان واسه یوس امتحان بدن اگر هم ماکسیموم شاید یه نفر رو حتما بشناسید کافیه که ویدیو رو واسه شون شیر کنید حتما کانال رو سابسکرایب کنید فراموش نکنید که لایک کنید واسه دوستاتون بفرسته که لایک کنن و بتونید که خیلی سریعتری مجموعه حاضر بشه در اختیارتون قرار بگیره خب بریم سراغ تمرین شماره 25 ما فرمول جمع یک تا n رو بلد بودیم میشد n در n به علاوه یک دومه یادت رفته برو سراغ درستامه حتما که مقدارش شده 136 پس n در n به علاوه یک شده دو زب در صد و سیو شیش. خیلی بچه ها این عبارت رو باز میکنن سمت راست رو زر میکنم میبرن سمت چپ سعی میکنن تعیزیش کنن تا این رو به دست بیارن ولی من اینجوری تو ذهنم حلش میکنم میگم سمت چپ ضرب دو تا عدد متوالی کافیه که من سمت راست رو به صورت ضرب دو تا عدد متوالی در بیارم برای این کار صد و سیو اول به عوامل اولش میام در واقع تجزیهش میکنم به دو تقسیم بشه میشه 6 دو تا 12 تا 16 تا میمونه 68 تا به یه دو دیگه در میاد 34 تا به یه دو دیگه در میاد 17 تا پس از لحاظ مقداری این 136 هست دو به توان 3 ضرب در 17 که اینجا می ضرب در دو در کنارش قرار گرفته پس شده دو به توان 4 ضرب در 17 خود دو, دو به توان 4 16 و این عبارت هم تبدیل میشه به 16 ضرب در 17 پس 16 n بوده که 17 شده n و علاوه یک خیلی راحت قابل حله سوال 26 رو به هم دیگه بررسی میکنیم آیا منهای بی رو خواسته اشتباهی که بچه ها میان انجام میدن اینه که جمع یک تاین تا رو حساب میکنن چارده تاین تا هم حالا به هزار تا سختی حساب کنم بعد از هم کم کنم. من میگم دقت کن بی توی آ پیدا میشه به چه صورت آ مگه جمع یک تاین تا نیست به هم جمع چارده تا اینه پس داخل آ جمع یک تا سیزده وجود داره پس می نویسم یک به علاوه دو به علاوه یه. تا سیزده بره ادامش چیه؟ 14 15 16 تا چند تا n خب این مقدار a منه این عبارت طبق داده سوال برابر بی بیو میبرم سمت دیگه آ منهای بی برابر جمع یک تا سیزده شده جمع یک تا این هست این در اینه به علاوه یک دوم خب اینجا ان من سیزده هی. پس هست برابر سیزده در سیزده به علاوه یک چارده تقسیم بردون دو چارده شه هفت در میاد هفت ست تا بیس اینجا هفت یکی یک هفتا با دو میشه نه تا در میاد یکی 27 رو بررسی میکنیم 168 رو گفته به عوامل اولش تجزیه بکنیم خیلی سوال پیچیده ای نیستش این به دو تقسیم بشه میشه, میشه 84 به دو تقسیم بشه میشه, میشه 42 دو دوباره به دو تقسیم بشه میشه, میشه 21 اینجا به 3 میشه 7 و به 7 در میاد 1 پس اینجا در میاد 2 به توان 3 در 3 به توان 1 در 7 به توان 1 3x اینجا 1 گرگ این یکم برابر زده جمع همشون هست 3 و 1 و 1 که برابر 5 به دست میاد سوال 28 م نمونهش رو حل کردیم 120 در آ باید بشه به به توان سه اینجا توان سه داره عبارت مکب کامله یعنی سمت چپ عوامل اولش همش باید ذرایه به توانهاش از سه باشه ذرایه به توانهاش میخوایم سه باشه خب پس من اینجا 120 رو بیام به عوامل اول تجزیه کنم به دو شسته به دو سیه به دو پونزده به سه پنجه به پنج یک در میاد پس دو به توان سه در سه در پنج زب در عدد آ باید بشه به به توان سه تواناش یک و یک الان من میخوام هر کدوم از این توان ها تبدیل به ضریب سه بشه دو که ضریبش سه سه رو میخوام به ضریب سه تبدیل بشه خب ذرای به سه چیا سه 9 نه همینجوری میره رو به جلو به کدومش میخوام تبدیل شه چون گفته مینیمم به کمترین ضریبش که اینجا سه پس میخوام این سه به توان یک توانش به سه به توان سه تبدیل بشه خب یه پایه سه اضافه میکنم یا تو ماشه پایه ها که یکی بود توان اضافه میشد اول پایه رو باید یکی کنیم که الان هر توانی که میذاریم بتونیم اضافه و کم بکنیم خب میخوام به سه برسه پس دو تا اضافه میکنم سه به توان دو در سه به توان یک در سه به توان سه واسه پنج هم همینه یه پنج به توان دو میام اضافه میکنم تبدیل میشه به پنج به توان دو که تو پنج به توان یک ضرب تبدیل به پنج به توان سه میشه خب الان مقدار آب دست اومد هست سه در پنج میشه 15 به توان دو برسه در میاد بیست و بیست و پنج اگه بی به توان سه رو میخواست چیکار میکردیم کل عبارت رو اینجا بعد از اینکه آ رو توی این عبارت ضرب کنم میشه دو به توان سه سه به توان سه پنج به توان سه شده بی به توان سه حالا تو فصل توان اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم این سه آ همه با هم دیگه ساده میشه دو در پنج ضرب بشه میشه ده تو سه ضرب برابر سی به دست میاد که لازم مقداری برابر بی میشه سی با بی برابره و آ هم با مقدار 225 رو به دست آوردیم سوال 29 میگه عدد 180 سایی یعنی عدد پوزیتیو تام سایی بلنلرین یعنی مخصوم علیه های مثبت پوزیتیو مثبت بود تام سایی میشد عدد صحیح بلنلرین یعنی مخصوم علیه ها سایسی کاچ دیل میگه تعداد مخصوم علیه های عدد 180 چنده چیکار میکردیم اول از همه به عوامل اول تجزیه اش میکردیم به 290 به 245 به 3, 15. به سه پنجه و به پنج یکه پس از دو به توان دو در سه به توان دو در پنج به توانه برای به دست آوردن تعداد مخصوم علیه های مثبت یک عدد کافی بود که عوامل اولش رو تواناش یکی اضافه کنیم اینجا دو به علاوه یک دو به علاوه یک و یک به علاوه یک بعد همه رو تو هم دیگه ضربش بکنیم سه در سه در دو برابر هیچ در به دست میاد اگر کل مقسوم علیه هاش رو میخواست منفی هم باید حساب میکردیم در دو ضرب میشه میشه سی و شیش این رو فراموش نکنیم اگه جمعش رو میخواست چی کافی بود که یه دونه به این توانش اضافه کنیم منهای یک کنیم تقسیم بر دو منهای یک ضرب در سه به توان سه منهای یک به روی سه منهای یک و ضرب در 5 به توان دو منهای یک به روی پنج منهای یک و بعد این ضرب رو حساب کنیم سوال سیوم الان سا عدد 72 رو از من خواسته که جمع پوزیتیو چی بود مثبت تامسای عدد سعی بلندری یعنی مخصوم علیه ها توپلام هم که جمعه پس جمع مخصوم علیه های مثبت عدد 72 رو قراره به دست بیاریم 72 ضرب 9 در 8 که 9 هسته به توان 2 8 هسته به توان سه تا گفتیم که یه دونه کل اون عامل اوله در نظر بگی دو به توان با توانش یکی به توانش اضافه کن یکی کم کن به عامل اول منهای یک تقسیمش کن مثلا سر همینجور یه دونه به توانش اضافه میکنیم یکی کم میکنیم به عامل اول منهای یک تقسیم میکنیم دو به توان 4 16 منهای یک 15 در میاد 15 یکمو داریم سه به توان 27 منهای یک 26 اینجا 26 دوم داریم دو با 26 به من 13 رو میده حالا باید 15 رو در 13 ضرب کنم 3 5 تا 15 تا 3 1 3 تا با یک میشه 4 تا اینجا صفره اینجا میدونه 15 رو در میاد که میشه 195 و و تا سی و یکم مرتبط به فاکتوریل ها هستش دقت کنید ده فاکتوریل رو شد ده و بیارم بیرون یه دونه از داخلش کم کنم فاکتوریل بذارم کنارش به نیون فاکتوریل شده تو مخرجم که دوباره ده فاکتوریل رو میسن ده در نه فاکتوریل به علاوه نون فاکتوریل حالا از تو صورت از این نون فاکتوریل فاکتور میگیرم میشه های یک اینجا از یه نون فاکتوریل فاکتور بگیرم میشه یک که برابر نه در نه فاکتوریل به روی فاکتوریل در یازده میشه اینا ساده میشه جواب نون یازدهم به دست میاد سوال سی و رو بررسی میکنیم خب از کمترین مقدار که هفت فاکتوریل میام یا فاکتور میگیرم دقت کنید این هست هشت زب در هفت فاکتوریل این هم هست نه در هشت زب در هفت فاکتوریل حالا از هفت فاکتوریل فاکتور بگیرم یک به علاوه هشت به علاوه نه در 8 میمونه تو صورت تو مخرجم از یه هفت فاکتوریل فاکتور میگیرم این هست هفت فاکتوریل در 9 در هشت منعی هفت فاکتوریل در هشت که در میاد نه زب در هشت منعی هشتا من یکی اف ساده میشه اینجا تا 72 تا با 8 هشت میشه 80 تا با یه دونه میشه هشتاد و یک میشه 81 اینجا تا 72 تا است منهای 9 تا در میاد 63 تا حالا جفتش رو به 9 تقسیم بکنیم میشه 9 7 سوال سی و با هم بررسی بررسی میکنیم از سمت چپ من میتونم از هشت فاکتوریل فاکتور بگیرم چطوری میاد تو ذهنم ده فاکتوریل ضرب یک تا ده 8 فاکتوریل ضرب یک تا 8 پس قطعا اینها داخل هم دیگه وجود دارن یعنی ده فاکتوریل رو میشه نوشت ده در 9 در 8 فاکتوریل به علاوه 8 فاکتوریل شده 91 در n فاکتوریل. خب اینجا از یه 8 فاکتوریلش فاکتور بگیرم 10 در 9 90 به علاوه 1 شده 91 در n فاکتوریل اینجا 91 کی داریم که با 91 ساده میشه 8 فاکتوریل شده n فاکتوریل فاکتوریلا میره n برابر 8 بدست میاد تست 34م تقسیم دقت کنید تقسیمی که به صورت خطی ببینیم میگیم تقسیم خطی مثلا داشته باشیم 3 تقسیم بر 4 5 تقسیم تبدیل به ضرب میشه کسر بعدش معکوس میشه خب پس عبارت هم تبدیل میشه به n به علاوه یک فاکتوریل به رو n به علاوه دو فاکتوریل ضرب داره این میره بالا n به علاوه یک فاکتوریل به رو n فاکتوریل خب دقت کنید n به علاوه دو فاکتوریل یه دونه ازش کم کنم میشه n به علاوه یک در فاکتوریل خود n به علاوه دو هم میارم بیرون اینجا مثلا n به علاوه 1 انجام میدم میشه n به علاوه 1 خودشو مینویش مینوشتم یکی ازش کم میکردم از این یکی کم بشه n باقی میمونه یه فاکتوریل میذارم بغلش اینجا n به علاوه 1 فاکتوریل ساده میشه n فاکتوریل هم ساده میشه میشه 1 بر روی n به علاوه 2 ضرب در n به علاوه 1 که در میاد n به علاوه 1 بر روی n به علاوه 2 35میو بررسی میکنیم n منهای 3 فاکتوریل شده 10 فاکتوریل ضرب در 132 132 رو تجزیه بکنیم به دو میشه 66 ش... تا به دو میشه 33 تا به 3 میشه 11 تا 11 که میشه 1 دو در دو در سه میشه دوازده تا این در واقع ضربه یازده در دوازده خب ده فاکتوریل هم که ضرب یک تا ده بود عملا اینجا ضربه یک دو تا دوازده رو داریم که همون دوازده فاکتوریل الان این منهای سه فاکتوریل شده دوازده فاکتوریل پس n منهای 3 باید با 12 یکی باشه یعنی n باید مقداری 15 تا باشه سوال 36 رو بررسی میکنیم الان a منهای 3 فاکتوریل شده 120 زب در x فاکتوریل از من مینیموم مقدار a به علاوه x خواسته خب ببین وقتی مقدار مینیموم رو میخواد تو سعی میکنی که این 120 رو به صورت عددهای ضرب عددهای متوالی بنویسی که سعی کنی از این ضریب 120 استفاده کرده باشی نگاه میکنیم الان 120 رو بیام میتونم بنویسم 12 ضرب در 10 خود 12 رو میتونم بنویسم 4 در 3 10 هم میتونم بنویسم 2 در 5 یعنی نگاه کن در اومد 2 3 4 5 یعنی اولا خود 120 یادت باشه 5 فاکتوریل بود گفتم حفظ کن پس اینجا 5 فاکتوریل رو داریم که تو x فاکتوریل قرار ضرب بشه بشه a من های 0 فاکتوریل چم تلی مقداری که واسه x میشه انتخاب کرد یادت باشه صفره یک می‌ذارن خیلیه 0 فاکتوریل چون می‌دونستیم یکه پس من به x 0 میدم الان به x 0 بدم در اومده 5 فاکتوریل در 3 فاکتوریل 0 فاکتوریل که یکه اینجا می 5 فاکتوریل داریم که تو یک ضرب شده بر برابر 5 فاکتوریل سمت چپش هم آمنهای 3 فاکتوریل رو داریم عملا نتیجه اینه که آمنهای این 3 برابر 5ه پس آ مقداری برابر 8 بوده سی و بررسی رو بررسی میکنیم توی چلو دو فاکتوریال چند تا عامل شیش قرار بود پیدا بکنیم خب این شیشه از دو سه تشکیل شده چون دو عامل کوچیکتری هستش تعدادش بیشتره پس سه عامل غالبه یادت باشه چلو دو رو با تقسیم های متوالی میومدیم به دست میابردیم عوامل سهش رو اینجا در میاد یک سه تا سه تا اینجا چهار ست تا دوازده تا دوباره به سه میشه چهار ست تا دوازده تا باقی ماندهش مهم نیست برام اینجا میگه که جمع یک و 4 و چهارده که برابر نوزده تا میشه گاید باشه به عوامل به تعداد سه هم عوامل دو وجود داشت به همین خاطر عامل 6 تولید میشد سی و هشتمی عامل ده رو میخواد اینو میتونست بپرسه که این عبارت به چند تا صفر هم خط میشه راجبش صحبت کردیم خب سمت چپ اول تعداد فاکتوریل که میتونیم در بیاریم و حساب میکنیم 29 فاکتوریل ها میشه نوشت 29 یه دونه ازش کم کن 28 فاکتوریل از 28 فاکتوریل فاکتور میگیریم اولی 29 تا دومی چون خودش 28 فاکتوریال جاش یک میریویسیم 29 به علاوه x تا میشه پس در اومد 28 فاکتوریل زب در c شده در به توان n زب در 10 خودش به عوامل اول تعیزیش کنیم 2 و 5 گفتیم تعداد عوامل 5 به دست بیاریم کافیه پس 28 و به 5 تقسیم میکنیم 5 5 تا 25 تا دوباره به 5 یک در میاد جمع یک با 5 6 تا پس 6 تا عامل 5 تو 28 یه دونه توی سی اینو فراموش نکن پس در کل 7 عامل 5 دارم که به ازای همه اینها عامل دو وجود داره چون گفتیم عدد اول دو از 5 کمتر استش پس جواب من 7 تا 0 خواهد بود 39 می بعد از معکوس تقسیم از کنترل تقسیم بیایم استفاده بکنیم هست دو زب در بی به علاوه باقی مانده که چاره برابر آه این تیکه هم هست شیش زب در ای به علاوه بی مقدارش برابر سیه الان کاری که انجام میدیم چون آ رو مقدارش رو از من خواسته من اول از همه حواسم هست که بی باید حتما از چهار بزرگتر باشه و از طرف دیگه نگاه کن اینجا بی باقی مانده از 6 مقسوم علیه قرار باقی مانده از مقسوم علیه کمتر شه دیگه باید از 6 هم کمتر باشه پس دنبال یه عددیم که بین 6 و 4 باشه پس بی برابر 5 تو این تقسیم ها یادت باشه دو تا نکته بیشتر نمیتونیم استفاده کنیم یک معکوس تقسیم دو استفاده از این که باقی مانده از مقسوم علیه باید حتما تر باشه خب پس b 5 در این تو بجا P 5 بذارم دو 5 تا 10 تا با 4 میشه 14 تا آ برابر 14 تاست و جوابمونم به دست میاد سوال چهل رو بررسی میکنیم ماکسیموم بی رو از من خواسته اول معکوس تقسیم رو بریم جلو دوازده در هشت به علاوه بی برابر آ شده اول از همه سوال باید اصلاح کنیم این ماکسیموم آ رو خواسته چون ما میدونیم که بی از مقسوم که هشته باید کمتر باشه پس در واقع ماکس بی برابر هفته این نکته ای که باید بدونی اما چون در واقع ماکس آ رو خواسته جای بی من باید هفت بذارم من دوازده رو تو هشت ضربش کنم هشت تو شونزده تا هشت یکی یکی با یک در میاد نه تا و 7 در میاد سوال چلو, چلو یک. یک. دیگه, دیگه, دیگه سوال چلو یک فکر کنم واضح شده چطوری باید, باید حلش کنیم بای این قسمت رو در نظر بگیرید بیه بی باید کمتر از مخصوم علایه که هفته باشه و از باقی مانده تقسیم دوم که پنجه بیشتر باشه بی یعنی برابر شیشه دیگه بقش این سوال که حل کردیم دیگه خودتون میتونید حلش کنید تو سوال چهل دوم مخصوم 15 پونزده خارج قسمت من دوازده استش و خب اینجا سوالی مشکل بزرگی داره چون اگر 15 رو به تو 12 ضرب کنه قطعا یه عدد پنج رقمی نمیشه منظور سوال چی بوده حالا الان کامل بهت میگم منظور سوال چی بوده میگه باقی این عدد به 15 برابر صفره تو به من بگو که چه مقادیری واسه X میشه انتخابش کرد خب اینجا 15 رو داریم که هم ضریب 5 هم ضریب 3 یاد باشه خرابش شد به صورت ضرب دو تا عددی که نسبت به هم بنویسیم از قوانین اونها استفاده بکنیم الان از قانون بخش به 3 و 5 من بلدم خب یعنی جمع ارقامش به سه باید برابر صفر باشه به پنج هم باید برابر صفر باشه باقی مانده این عدد خب به پنج چون صفر مقدار ایگرگ رو میتونم به دست بیارم ایگرگ یا صفر یا پنجه خب با ایگرگ مساوی صفر میرم جلو هفت به علاوه سه به علاوه ایکس به علاوه چار به علاوه صفر باید ضریب سه باشه هفت و سه دهه با چار چارده چارده به علاوه ایکس رو داریم خب،, خب الان مان باقی مانده 14 به 3 12 تا برداریم ازش دو تا باقی, باقی میمونه دو به علاوه x میخوام باقی ماندهش به 3 برابر 0 باشه. باشه خب یعنی x میتونه 1 باشه که 3 در بیاد بعد میتونه 4 باشه که این 6 بشه ضریب بعد 6 هم 9 ه x میتونه 7 باشه ضریب بعدی 3 چیه ببین الان 3 رو داشتم 6 رو داشتم 9 رو داشتم بعدی 12 که x باید 10 باشه پس اون 10 رو حساب نمی کنیم دوام میندازیم کنار الان 3 تا رقم به دست اومد بعدی y رو اگر 5 در نظر بگیرم 7 به علاوه 3 به علاوه x به علاوه 4 به علاوه 5 باید ضریب 3 باشه تا اینجاش که 14 بود با یه 5 در میاد 19 تا 19 به علاوه x رو دارم باقی مانده 19 به 3 هم برابر 1 جاش باقی مانده اش رو می نویسم چون مهم محاسبه کردن باقی مانده به 3 که 0 در بیاد خب الان دوباره ضریبش میتو... میخوام 3 در بیاد پس x میتونه 2 باشه بعدی 6 6 در بیاد x میتونه 5 باشه بعدیش 9 x در بیاد میتونه 8 باشه بعدیش 12 که x 11 در میاد خب همه اینا رو باید با هم جمع بکنیم جمع 2 و 8 10 5 و 4 و 1 هم 10 یه 7 واقعی میمونه که جمع همه اینا 27 دست میاد سوال 43 رو با هم بررسی میکنیم راجع به این سوال نمونه اینکه که چطوری حل میشه صحبت کردیم گفتیم یکی رو در نظر میگیریم سعی میکنیم به ضریب بغلیش تبدیلش کنیم اینجا 3 میخوام به 5 برسه دو تا اضافه میکنم در میاد 5 ام به علاوه 5 این دو رو به بقیه اضافه میکنم 6n به علاوه 6 شد 8k به علاوه 8 شد دقیقا همه رو به صورت ضربی میتونم بنویسم 5 در m به علاوه 1 6 در n به علاوه 1 8 در k به علاوه 1 که مقداری برابر a یعنی a در واقع اکوک میشد که میمی میم. کچکترین مذرب مشترک بین 5 و 6 رو می نویسم دو در 8 هشت می نویسم دو به توان سه همه عوامل اول رو می نویسم بزرگترین توان رو سر کدوم انتخاب می کنم. دو به توان سه هشت تو 5 چهل تو سه در میاد 120 تا یعنی آ به صورت ضریبی از 120 و بیسته. یادت باشه این آ نیست آ علاوه دو چون دو تا بهش اضافه کردم پس آ به علاوه دو به صورت ضریبی از 120 یعنی آ توی 120 کا منهای دو تونیم بنویسیمش حالا چون مینیمم خواسته گفتیم کا میتونه مثبت چون اینجا بحث اینه که باید مثبت باشه اینو حتما باید بنویسه که آه هست زده مثبت وگر نه یعنی یکم سوال پیچیده میشه زده مثبت باشه کار پس یک قرار میدم این تو 120 منهای دو میشه 118 سوال 44 عین قبلیه حالا من میخوام این دوه تبدیل به ضریب 5 سه تا اضافه کنم 5 تا میشه به این 3 تا اضافه کنم 7 تا میشه 3 تا اضافه کنم 10 تا میشه دقیقا ذریب درست میشه آه به علاوه 3 رو میشه 5 به علاوه 5 7 به علاوه 7 ده کاه علاوه ده اینجا از پنجش فاکتور بگیریم ام علاوه یک از هفتش فاکتور بگیریم ان به علاوه یک از دهش فاکتور بگیریم کاه علاوه یک میشه یعنی آ به علاوه سه یک ذریبی هست از پنج و هفت و ده که اینجا دو زب در پنجه که می میمشو بگیریم دو پنج و هفت دو داریم که بزرگترین توان هر کدومشون یکی دو, دو, در پنج دهه ده, ده در هفت هفتاده یعنی ا به علاوه سه یک ضریبی از 70 باز قضیه اینه که آ باید بین 450 و 500 باشه خب مقدار بهش میدیم من اگر البته آ رو اول به دست بیارم 70 کای من 3 میخوام از 450 بیشتر باشه 7 بذارم 490 در میاد پس این تو 7 میذارم میشه 490 من 3 که شده 487 بین 450 و 500 هم هستش پس دقیقا همون 487 چل پنجمی با هم دیگه بررسی میکنیم میگه آیله به آرالاریندا آسال سایلار دیر میگه آ و به دو تا عددی هستن که نسبت به هم دیگه اولا. و ضربشون 120 دو تا عددی که نسبت به هم دیگه اول هستن یعنی او به بشون یا به برابر یک هستش یادتن باشه به می دو تا عدد رو یعنی آبه به رو زب در که میمه دو تا عدد میکردیم میشد ضرب اون دو تا عدد. خب من میدونم ب م می دو تا عدد برابر یکه و ضرب دو تا عددم شده 120. پس ک م مشون برابر 120. الان جمع 121 میشه 121. 46 رو با هم دیگه بررسی میکنی میگه بیوتلاری. بیوت میشه طول. 72 و 120 اولاندیک دیکتورتقان. میگه یک مستطیل داریم که طولاش 72 و 120 هست. شکل‌یندی لوها کسیلرک میگه اینه شکل و یه شکل داری مکعب مستطیل از همیشه باید معنی کنی شکل مستطیلی که به طول 72 و 120 دو دو و و بیسته ها میشه قطعه میگه میایم به قطعه ها کسی لرک یعنی قطع کردن اشکار لو ل لر ادیلجکتیر میگه میایم به قطعه آی مربعی شکل یعنی مربعشم اشم یعنی برابر به قطعه آی مربع شکل برابر میایم میخوایم تبدیلش کنیم یه مستطیل داریم عرضش رو بگی 72 سانتی متر طولش رو بگی 120 میخوایم اینو تقسیم بکنیم به مربع های یکسان به این صورت ان از کاچ کار لب ها ال دی قطعا منظورش اینه که کل این مستطیله رو باید به تمام مربع های یکسان قسمت کنیم مثلا نگاه کن اگه سه تا مربع یک در یک رو به این صورت تو سه تا ردیف کنار هم قرار بدم تا یه دونه ردیف دیگه هم اضافه کنیم الان با دوازده تا مربع یک در یک تونستم یه مستطیل درست کنم یعنی طول واحد میخواد میخوام اینو ازش یه سری مربع هایی بیام جدا بکنم که طول واحد اما گفته ان از یعنی حداقل تعدادش چقدر میتونه باشه لزومی نداره که طول مربعمون یک باشه من اینجا یه مربع میخوام به طول x اینجا یه مربع به طول x میخوام جدا بکنم خب فرض میکنم که حالا نمیدونم چند تا یه تعداد مشخصی توی عرض اومد قرار گرفت یه تعداد مشخصی هم توی طول اومد قرار گرفت دقت کنی این طول هر چقدر که باشه باید یه مقسوم از 120 باشه یه مقسوم از 72 نمیتونیم پنج قرار بگیریم انتظار داشته باشیم که این مربع ها تمام این عرض رو قرار بگیره پس حتما باید مخصوم علیه 72 و 120 باشه برای اینکه کمترین تعداد مربع ها رو داشته باشیم باید از اونور بیشترین تعداد طول رو داشته باشیم و یعنی بزرگترین مخصوم علیه مشترک بین این دوتا عدد یعنی ابو ها رو باید حساب بکنیم 72 هست 9 ضرب در 8 که از 3 به توان 2 در 2 به توان 3 120 هم هست 4 ضرب در 30 هم هست 2 ضرب در 15 15 هم می نویسم 3 ضرب در 5 یعنی در اومد تجزیهاشون به این صورت 2 به توان 3 در 3 به توان 2 این تیکه تش هم 2 به توان 1 2 به توان 2 میشه 2 به توان 3 ضرب در 3 این برم ضرب در 5 میشه خب 2 و 3 مشترک کوچکترین توان 2 که 3 جفتش 1 ذات هم 3 در میاد و کوچکترین توان سم یک پس دو به توان سه در میاد 8 تا 8 در سه میشه 24 تا. خب من الان میدونم که طول هر کدوم از این مربع ها 24 تا هستش. خب الان 120 رو من میام این لحظه من این تیکر رو پاکش کنم. خب الان 120 رو من بیام به 24 تقسیم بکنم 5 تا میده و 72 رو به 24 تقسیم بکنم 3 تا میده. یعنی من توی طوله پنج تا مربع تونستم قرار بدم و توی عرضم سه تا مربع تونستم قرار بدم پنج تا تو طول سه تا توی عرض ضرب کلش سه در پنج میشه تعداد مربعام که 15 تا است سوال 47 هفتم ا بیوسیو به من داده گفته اوک یا ک این ستا عدد رو بیایم به دست بیاریم خب نیازی که هم اتحاد بلد باشید من میگم این هست ایکس به علاوه یک به توان یک اینجام هست سه به توان یک در ایکس منهای یک به توان دو قسمت آخرم میشه هفت زب در اینو از اتحاد چاغال لاغر ایکس یک در ایکس دو به علاوه ایکس یک داش میکنم علاوه البته خب باید بدونید که یک هست x منهای یک در x دو به علاوه x به علاوه که خب باید اینو بلد باشید حالا مشتر... تمامی عوامل اول من هر کدوم از این عبارت ها رو یه عامل اول واسه خودم فرض میگیرم چی هم داریم؟ یه سه داریم، یه هفت داریم، یه x به علاوه یک داریم، یه x منهای یک داریم، یه x دو به علاوه x به علاوه یک داریم. خب بزرگترین توان سه یکه، بزرگترین توان f یکه، بزرگترین توان x به علاوه یک یکه، بزرگترین توان x منهای یک, منها یک دو و خب x دو به علاوه x که توانش یکه. این میشه کمی میممون که به سه در هفت بیست و یک یاد داشته شده و دقیقا همین جواب که این زیر هست به دست میاد. سوال چهل خب میگه انی 120 متر بویو 400 متر انی میشه عرض بویو میشه طول اینجا می سا... یه 120 داریم یه دونه 400 متر داریم خب بریم ادامه شو ببینیم چی میگه صورت سوال دیک دردگم بیچیم دکی تارلا میگه یک زمینی داریم مستطیل شکله و ا... طولش هم گفته 120 و 400 هیچ اولان آرت میجاک شکلی ده اشکارلار بلونرک کوچک یا پیلیو. میگه میایم به صورت مربع های یکسان تقسیمش میکنی و طولش هم حق زیاد و کم شدن نداره باخچه درست میکنیم یعنی باخچه های به شکل مربع شکل میام درست میکنیم بو شکل ده این آز کاشتانه ایش ایش یا پیلیو. میگه به این اساس حداقل چند تا باخچه های مربع شکل یکسان میتونیم درست کنیم اینه دو سوال قبلیه که با هم دیگه حل کردیم اینجا 400 این ور 120 400 رو اول باید تجزیه کنیم 4 در 100 خود 100 هم 4 در 25 2 به توان 2 2 به توان 2 2 به توان 4 در 5 به توان 2 120 هم 40 در 3 بعد 4 در 10 بعد 2 در 5 2 به توان 1 2 به توان 2 2 به توان 3 در 3 در 5 حالا بین اینا میخوایم به میمیم بگیریم به میمیم اگر بگیریم دو پنج مشترکه کمترین توان دو سه کمترین توان پنج هم یکی هشت در پنجم هم چهل تا میشه خب اول ببینیم چند تا باخچه توی طول قرار میگیره ده تا چند تا باخچه توی عرض قرار میگیره سه تا این دوتا رو تو هم دیگه ضرب کنیم سه در ده برابر سی به دست خب دوستای عزیزم بخش تمرین ها رو با هم دیگه کامل بررسی کردیم رو به اتمام رسوندیم توی قسمت های بعدی تست های این فصل رو با هم دیگه تست مهمش رو بررسی میکنی.